درود بر شما. خبر گزارش های 22 دکبر را از استودیوی رادیو آزادی من شالوی گلخوجا معرفی میکنم. سرخط موضوع های برنامه: از نظام بانکداری تا چرخه اولی نیروگاه روغون، امامعلی رحمان امروز پیام سالانه‌اش را به پارلمان و مردم ارائه کرد. خطرهای زمان معاصر، وضعیت در خاور میانه، بخصوص وضع افغانستان همسایه، ما را وادار می‌سازند که به مسئله تأمین امنیت دقت اولین درجه دهیم. اکثر کشورهای جهان از جمله تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل به ضد قرار دونالد ترامپ در برای بیت المقدس رای دادند. و زندگی یک اویلای سرفرزند قزاق در وگان، این خانواده که امسال روزگاری سخت داشته است از سال نو امید زیاد دارد. نان میخریم، برای تامین هر کودک درش 400 تنگه صرف میکنیم. امروز 22 دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان و ساکنان ارائه کرد. ضمن برآمد امامعلی رحمان گفت که در نظام بانکی کشور رقابت سالم وجود ندارد و به حکومت دستور داد که به زودی برنامه تجدید اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را تهیه کند. پرزیدنت تاجیکستان افزود در 11 ماه سال روان حجم پسنداز مشتریان در تشکیلات قرضی 5% کمتر شده است. درباره نکات مهم دیگری پیام امسال طاهر سفر خلاصه میکند. این ساختارهای سنجشی برای کی؟ امامعلی رحمان ضمن پیام سالانه‌اش به وکیلان پارلمان تفتیشی زیاد کارخانه‌ها از طرف مقامات گوناگون را تنقید کرد و گفت که این تفتیشات مانع کاری صاحبکاران می‌شوند. ضرور می‌شمارم که با مقصد برطرف نمودن سنجش‌های بی‌اساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای صاحبکاری به همه گونه سنجش های فعالیت صاحبکاران استحصالی با استثناء سنجش های نقشوی مقامات انداز، پرکراتور جنرالی، پلاته حساب، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی و بانک ملی در دوام 2 سال میماده مراتوری اعلان کرده شود. در پیام بیش از نیم ساعتیش امامعلی رحمان از سیاست خارجی تاجیکستان، تهدیدهای امنیتی، وضع اقتصادی و اجتماعی صحبت کرد. ناامنی در افغانستان را یک خطر برای امنیتی تاجیکستان نامید و گفت پاسبانی مرز با کشور همسایه باید مستحکم تر صورت گیرد. خطرهای زمان معاصر، وضعیت در خاور میانه، بخصوص وضع افغانستان همسایه، ما را وادار می‌سازند که به مسئله تامین امنیت دقت اولین درجه دهیم. بخصوص در قلمرو این کشور پیدا شدن تروریستان به نام دولت اسلامی که بعضی شهروندان کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل نیست با آن شاملن، وضع را باز هم نارام نموده، با ایسی تشویش دولت‌های همسایه گردیده است. رئیس جمهوری تاجیکستان لغو محدودیت برق را یک پیشرفت مهم نامید و از مردم خواست که نیروی برق را صرفه‌جویانه استفاده کنند. تیرماهی امسال مقامات اعلان کردند که بعد 2 دهه مردم در فصل سرما دیگر از نیروی برق محروم نمی شوند و 24 ساعت خانه هایشان با روشنایی تامین می شود. امامعلی رحمان که 25 سال رئیس جمهوری تاجیکستان است، هر سال با ارائه پیام سالانه درباره مشکلات و پیشرفت های کشور صحبت می کند. با گفته کارشناسان، بعد پیام بعضی اصلاحات صورت می گیرد، اما در عموم وضع و زندگی مردم کم تغییر یافته است. خرامان به قزاده گزارش میداد. در واقع با وجود سخنرانی فراگیر امامعلی رحمان و چون سالهای قبلی در پیامش به مسائل رعایت حقوق انسان در تاجیکستان دخل نکرد و از محدود شدن دسترسی مردم به مخابرات آزاد یاد نآورد. بعد انجام پیام سالانه مولا رجب یوسفی با تحلیلگر تاجیک عبدالملک قادیرف صحبت کرد و از او پرسید که بعد سخنرانی امامعلی رحمان مقامات تاجیک کدام اقدامها را عملی خواهند کرد. با حوالا گفتن دهان شیرین نمی شود. برای آن که این تغییرات ها وارد شود، ما باید که حتما
تعداد متخصصای ورزیده همین ساحه، تعداد متخصصای با سواد این ساحه، ساحه نظارت زیاد کنیم. اینستیتوت های ما، دانشگاه های ما باید که چون کادرهای خوب برارند که قدرت امکانیتی تفتیش کردن داشته باشه، امکانیت اثبات کردن صفت اون داشته باشه. معاش اونا باید که زیاد کرده شود تا اینکه اونا با پاره دست نزنند. مبارزه با کرپسی باید که در سطح خیلی و خیلی بلند، مثل اون که امروز ما با همون قانون درباره تنظیم اینقدر اهمیت میتیم، اینقدر اهمیت زیاد ما باید که به مبارزه در با کرپسی تیم، و تنها در این صورت ما میتوانیم که با پارگیری و با پارخوری که مبارزه بی امان بریم، اینا بر هم تیم، و اگر وقتی که این بر هم خورد دیگر ساحه ها خودش رشد میکنه. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 21 دکبر در نشست اضطراری تصمیم اخیر پرزیدنت آمریکا درباره پایتخت اسرائیل اعلان کردن بیت المقدس را به آوازدهی گذاشت. مجمع کل با رای اکثریت این تصمیم دونالد ترامپ را باطل دانست. از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد 128 کشور به جانبداری قبول قطعنامه آواز دادند. سخنگوی ریاست جمهوری فلسطین بلافاصله قبول قطعنامه را یک پیروزی برای فلسطین نامید. در میان کشورهای طرفدار قبول قطعنامه تاجیکستان و سه جمهوری دیگری آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان نیز بودند. استرالیا اعلان کرد که نیروهای هوایی خود را از عراق و سوریه بیرون میکند. این تصمیم حکومت استرالیا در حال صدا میدهد که ایالات متحده آمریکا میگوید مبارزه با گروه دهشت افکن دولت اسلامی پورا تمام نشده است. استرالیا ضربه های هوایی به ضد گروه به نام دولت اسلامی در عراق و سوریه را پایان داده و شش هواپیمای جنگیش را به کشور برمیگرداند. نیروهای هوایی استرالیا سه سال باز در هیئت نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا از سال 2014 به ضد دولت اسلامی می جنگیدند. درباره بازگشت نیروها به استرالیا وزیر دفاع ماریس پین در یک نشست مطبوعاتی روز 21 دکبر خبر داد. هیچ شبهه نیست ضربه های هوایی ما به نیروهای امنیتی عراق کمک کرد که داعش را مغلوب کرده تضمین دهند که افرادگرایان این گروه غایه های زهرناک خود را در سراسر جهان پهن نکنند. اعلان ختم حمله های هوایی استرالیا در عراق و سوریه بعد از آن صورت می گیرد که دولت عراق چند پیش گفت تمام قلمرو کشور را از حضور گروه دولت اسلامی پاک کردند. گروه افرادگرا سال 2014 قلمروهای وسیع عراق و سوریه را اشغال کرد و هزاران نفر را کشت. با وجود اخراج نیروهای هوایی استرالیا 80 سرباز کشور برای کمک در عملیات های نظامی در عراق می مانند. سربازان استرالیایی در پایگاه تاجی در نزدیکی شهر بغداد مستقر بودند. با خبر گزارش‌های دیگر، دادگاه ولایت مسکو روز 21 دکبر شیرعلی تبارف شهروند تاجیکستان را برای قاچاق 600 کیلو هروئین به حبس ابد محکوم کرد. در تجربه دادگاهی روسیه نخستین بار است که برای قاچاق مواد مخدر سنگین ترین جزا صادر می شود. 14 شریک شیرعلی تبارف از 6 تا 25 سال حکم زندان گرفتند. تفتیشات دادستانی ولایت مسکو از این پیش گفت که گروهی زیر رهبری تبارف در سال‌های 2012 تا 2015 با قلمرو روسیه 600 کیلو هروئین را در ماشین های کلون بربر زیر کتی های آلوچه و خربوزه وارد کردند. حالا رو میاریم به قزاقستان و زندگی یک خانواده برایتان نقل میکنیم که سال روان آنها را با گرداب مشکلات انداخته است. به نقل مادر پنج فرزند که حالا در وگون به سر میبرند، سرگردانی آنها از بیماری شوهر آغاز شد، اما با این هم آنها امید دارند که با آمدن سال نو روزگارشان بهتر میشود. در اویله تختباقیف ها کشانیدن آب از دهه همسایه وظیفه هر روزه فرهادی 13 ساله است. این خانواده پنج فرزند دارد. 4 نفرشون مکتب می خونند.
تا اول امسال در یک خانه کلان همراهی پیوندانشون زندگی میکردند. پدر خانواده رستم کار و معاش خوب داشت، ولی ماه اپریل معلوم شد که سرطان دارد و سرش جراحی شد. بعد این از آنها خواستند که خانه را خالی کنند. تختباقیف ها در کوچه موندند و دوستان دستی کمک دراز نمودند. این وگان ها را رئیس شوهرم داد. برادرانم آورده اینجا گذاشتند و ما با وگان ها کچیدیم. سه وگان را به هم پیوند و به حد گرم کردند. این آیله می گوید $200 نفقه معیوبی می گیرند و نمی توانند شرایط زندگیشان را بهتر کنند. روزگارشان را از حساب چند مرغ و دو گاو پیش می برند. نان می خریم. برای تامین هر کودک در روز 400 تنگه صرف می کنیم. اختیاریان برنامه ما با شمایم برای شناسایی با این خانواده آمدند. در عرفه سال نو آنها از خانواده های محتاج برای بابای برفی نامه جمع می کنند. چون این آیله ها را از طریق شبکه های اجتماعی می یابند. از بابای برفی چی آرزو کردی؟ بارانی. چرا بازی چه نخواستی؟ من کودک نیستم. گلچهره هم نامه نوشت. آرزوی او داشتن آب در خانه است. قبور آب را می توان از دهه همسایه گذارند، ولی تختباقیف ها برای لوله این پول را ندارند. برای ما گفتند $1,000 لازم است. به بانک رفتم، خواستم قرض بگیرم، اما چون شوهرم معلول است، قرض ندادند. لایحه نامه به بابای برفی را دو اختیاری آغاز کردند و آن به یک حرکت جمهوریوی تبدیل یافت. این سال برای بابای برفی 3,000 نامه جمع کردند. تعداد آنهایی که می خواهند آرزوی افراد نیازمند را عملی کنند بیشتر می شوند. آرزوهای آنها کودکانند. هیچ کس تلفن یا پلانشت خواهش نکرد. بازی چه آرزو میکنند. یکی اشان فقط بارانی خواسته است، زیرا زود زود میدارد. من فکر میکنم تحفه ها بیشتر از این میشود، زیرا ما دیدیم که نه کودکان و نه مادرشان لباسی خوب ندارند. گلچهره همچنین خواست که با مواد غذایی کمک کنند، زیرا نوابسته با آن امسال برای آیله اشان مشکلات زیاد آورد. آرزو دارد که سالی کهنه را با دسترخوان ایدانه گسل میکند. زمینان به فرق از اولای تختباقیف و در هنگ کنگ برای زندگی در وگان ها مردم نوبت می پایند. البته شرایط در چین منزل های الٹرناتیوی به مراتب بهتر و نرخش نیز دسترس است. حالا می بینیم که در این کشوری سیر اهالی از کدام طریق مسئله نورسویی منزل را حل می کنند. در هنگ کنگ معماران با هر وسیله تلاش دارند نرخی منزل را در بازار پایین برند. مثلا در داخل قبرهای بتونی آبگذر در مساحت 36 متری مکعب می شود برای یک نفر خانه درست کرد. البته این قصر نیست، ولی در هنگ کنگ که مردم به سختی خانه می یابند، خواهشمندان این گونه خانه ها زیاد خواهند بود. گذشته از این نرخ چنین منزل ها ارزان تر بوده، با پولی محلی $130,000 را تشکیل می دهد. از روی نقشه من چنین خانه ها رو می شود در زمین های بنیاد کرد که غیر قابل استفاده اند. مثلا بعضا در بین بنا همین گونه زمین ها وجود دارند و ما به راحتی می توانیم در آن جای ها خانه های خود را بسازیم. خانه هایی که معماران پیشنهاد دارند شرایطش از منزل های تنگ فقیران هنگ کنگ بهتر است. جای زیستی آنها را بنابر خور بودنش معمولا تابوت نام می برند. این گونه خانه ها لانه تنگ را میموند که شخص نمیتواند حتی قامتش را در آن راست کند. منزل های الٹرناتیوی در هنگ کنگ علاقه طلبات زیاد دارند. شرکت مارک باکس سالی سیوم است که خانه های خرد پیشنهاد میکند. مشتریان خانه های هم که مساحتش 60 متر مکعب را تشکیل میدهد تا رفت زیاد میشود. و یک خبر ورزشی هم داریم. نوردین داورونوف نیم هیمایتگری دسته استقلال دوشنبه و کاپیتان تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در باشگاه مادورا یونایتد اندونزیا بازی میکند. فوتبال بازی 26 ساله تاجیک بعد ملاقات با رهبریت باشگاه فوتبال مادورا یونایتد با این دسته قهرمانی سکرته اندونزیا قرارداد یک ساله به امضا رسانده است. نوردین داورونوف در این دسته تحت شماره 22 به میدان می آید.
و اینجا برنامه را انجام میدیم، اما در سامانه آزادی نقطه اورگ شما می توانید اخبار بیشتر از این را پیدا کنید. ویدیوهای قابل توجه در آزادی ویدیو و شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار.